خب بریم سراغ اپختیر دو. اپختیر دو خیلی سخت نیست. در واقع از نظر مفهومی تقریبا میشه گفت همون ده هست. از نظر معنی و مفهوم همون ده هست. اما یه تفاوتی داره. مثل ده دوتا اکسیون ما به اون شدت به همدیگه وابستگی ندارند. یعنی اینطور نیست که حتما اکسیون دوم وابسته به وقوع اکسیون یا عمل اول داشته باشه. ممکنه این وابستگی به این شدت وجود نداشته باشه. یه مثال براتون میزنم. مثلا وقتی میگیم j'arrête de fumer à partir de demain، یعنی من از فردا سیگار کشیدن رو ترک میکنم. خب بین در واقع این دوتا زمان خیلی وابستگی شدیدی وجود نداره. درسته که شما میگید فردا که بشه من دیگه سیگار نمیکشم، ولی لزوما اینطور نیست. شما ممکنه فردا بشه و سیگار رو ترک نکنید، یا ممکنه برعکس فردا نشده همین لحظه یه ساعت دیگه سیگار رو ترک بکنید. خیلی وابستگی شدیدی بین دوتا اکسیون و بین این دو زمان وجود ندارن. وگرنه به طور کلی اپختیق دو و د تقریبا مشابه هم معنی میشن و از آن مفهوم و در واقع معنی یکی. تنها تفاوت همونطور که گفتن هست که توی اپختیق دو اون وابستگی و اون ارتباط زمانی بین دوتا عمل، بین دوتا اکسیون وجود نداره. چند تا مثال توی قسمت آخر ویدیو بذارید براتون بزنم تا تقریبا براتون کامل مشخص بشه. مثلا با دکو چند تا مثال و با ده و دکو چند تا مثال با هم بزنیم. مثال اول، مثلا دکو جوره اون مینوت جو فوره ان اکسرسیس دو فرانسه. یعنی همین که یه دقیقه وقت داشته باشم در واقع یه تمرین فرانسه انجام میدم. میبینید که دوتا در واقع اکسیون هست، از هر زمانی پشت سر هم هستن و ما هر دور آینده ساده استفاده کردیم. اشکالی هم نداره، میتونید هر دور آینده ساده استفاده بکنید، میتونید زمان جمله رو که بعد از دکو میاد آینده مقدم استفاده بکنید. مثال دیگه، elle s'est arrêtée de fumer dès qu'elle a su qu'elle était enceinte. یعنی همین که فهمید بار داره سیگار کشیدن رو ترک کرد. همونطور که میبینید در واقع ما اینجا اصلا جمله ما در واقع در زمان گذشته هست، ولی در هر صورت دو تا عمل کاملا وابسته به هم، یعنی ترک شدن سیگار کاملا بلافاصله بعد از اون لحظه اتفاق افتاده که فهمیده بار داره، چون میدونسته در واقع سیگار کشیدن برای بچه ضرر داره، بلافاصله سیگار رو ترک کرده. با دوپویی چند تا مثال با دوپویی بزنیم. مثلا دوپویی qu'il fait du sport il ne fume plus. یعنی از وقتی که ورزش میکنه دیگه سیگار نمیکشه. خیلی در واقع ساده و خیلی کاملا مشخص است که به چه صورت داره استفاده میشه. از وقتی که در واقع ورزش میکنه سیگار نمیکشه. دوپویی گفته در واقع مشخص میکنه که عمل ما از چه زمانی شروع شده، عملی که از گذشته شروع شده و تا الان ادامه پیدا کرده. خب از کی سیگار نمیکشه؟ از زمانی که ورزش رو شروع کرده و در واقع از زمانی که ورزش میکنه. مثال دیگه، on ne l'a plus vu depuis qu'elle s'est perdue dans la foule. یعنی دیگه ندیدنش از وقتی که در واقع توی جمعیت گم شد. باز اینجا با در واقع دوپوی این مثال در واقع آورده شده و می‌بینید که جمله چقدر جمله ساده و در این حال کاربردیه. depuis qu'il a compris comment on doit faire ce travail il ne fait plus درور. از وقتی فهمید چطور این کار رو باید انجام داد دیگه خطایی نمی کنه، دیگه اشتباه نمی کنه. باز اینجا می بینیم که در واقع داره به ما نشون میده عملی رو که در واقع از یک گذشته شروع شده تا الان هم ادامه پیدا کرده، یعنی در واقع اشتباه نکردن. از کی شروع شده؟ از وقتی که فهمیده کار چطور باید انجام بشه و تا الان هم ادامه داره، یعنی دیگه تا الان هم دیگه اشتباه نمی کنه. اپختیق هم که خیلی ساده، بعدش در واقع جمله نمیاد، بعدش اسم میاد که معمولاً در واقع قید زمان هست، مثل دوما. مثلا وقتی که میگیم اپختیق دو دوما، یعنی از فردا. مثلا میگیم لو مترو سورا دیسپونیبل اپختیق دو دوما، یعنی مترو از فردا در دسترس خواهد بود. یا
یا مثلا اپختیر دو بعدش سال بیاد، اپختیر دو 2012 مثلا، یعنی از سال 2012، اپختیر دو 2012 از سال 2012. یا مثلا میخوایم بگیم از یه سن خاصی مثلا یه کار شما شروع کردیم، مثلا از 16 سالگی میگیم اپختیر دو سیزان، از 16 سالگی مثلا فلان کار انجام شد. داری یه ماجرایی رو در گذشته تعریف میکنیم، میگه مثلا من از 16 سالگی مثلا فلان کار کردم. اپختیر دو سیزان کاربردش خیلی ساده است، چون فقط بعدش ما در واقع زمان رو، حالا تاریخ باشه، روز خاصی باشه، سن خاصی باشه، ما در واقع یک عبارت زمانی رو، یک اسم که یک عبارت زمانی هست بعدش استفاده میکنیم. ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. امیدوارم که تفاوت این عبارات برای شما کاملا مشخص شده باشه. خودتونم میتونید برید سرچ بکنید و مثال های مختلفی رو توی اینترنت پیدا بکنید. به قول معروف لایک ست ویدئو دکو ولوغ رگارده. مرسی دابوار رگارده ست ویدئو جسکو بو. ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. فراموش نکنید کانال فرانسا دان لا رو توی یوتیوب حتما عضو بشید، دکمه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو حتما لایک کنید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.